حالا سه اون شعر دیروز رو بگو. گفته بودم آقای دکتر سعیدی بیان یک شعری بخونی. من بیمه ناو زیستن نتوانم. روزه بیباده کشید بارتن نتوانم. من مرده امدمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگید و من نتوانم. من 1314 توی تبریز رو خشت افتادم. آره. وقت توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلاً. در منزل درندشت و گل و گشادی زندگی فقیرانه ای داشتیم. نه من، نه برادرم و نه خواهرم که آخرین بچه خانواده بود گهواره نداشتیم. گهواره ما پاهای مادر بزرگ بود. اون موقع برق نداشتیم و من کتابها را اغلب زیر نور ماه میخواندم. مدت زیادی کتاب میخواندم و از کلاس هفتم شروع به نوشتن کردم. معلم انشای من فکر میکرد که من انشاهایم را از کس دیگری میدوزم و به همین دلیل به من نمره کم میداد. مادرم 15-16 سالی با من تفاوت داشت. همیشه او را خواهر خود میدانستم. پدرم کارمند ساده دولت بود با مختصر حقوق بخور و نمیر. برادرم 14 ماه بعد از من به دنیا آمد. ما دوتا همبازی، رفیق و همدم هم بودیم که گاه گداری به جان هم میافتادیم و من هنوز مزه مشت‌های کوچولوی او را به یاد دارم. تحصیلاتم در تبریز بود. حتی طب در تبریز خوندم. من حدود 39-40 فارغ التحصیل شدم. من یه روز تبریز بودم، باز تو تعطیلات رفته بودم تبریز. گفت بیا ترک من بنشین بریم دو چرخ سواری. نشستم اون ترکش و اینا پیچیدم. اول از طرف از خونه که اومدم بیرون بغل مسجد پیچیدم طرف قیاس، زنگ زد. دستش رو گذاشت رو زنگ. گفتم چه خبره؟ گفت چی؟ گفتم نه یه خبری هست تو زنگ میزنه. شب اومدم به اکبر گفتم. گفت گفتم نه. گفت اون کوزه خونه کوزه کنانی که میرسه زنگ میزنه. دختر اون مورد علاقه آقای غلامه. طاهره عزیزم، وقتی از در خانه تان می گذرم قلبم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد. طاهره عزیزم گوش کن، من خواهم مرد، تو نیز خواهی مرد، تو و من نیست خواهیم شد. من که حالا برای تو نامه می نویسم خواهم پوسید. پستانهای برجسته تو نیز زیر خاکا خواهد پلاسید. چشمان گرد و ابروان پرپشت من زیر خاکا دفن خواهد شد. موهای زرین تو نیز در زیر تل خاکا نیست خواهد شد. بیا عشق مرا بپذیر. این نامه را از سربازخانه برایت می نویسم. بین هر ساعت 10 دقیقه فاصله استراحت است و این فاصله را با خاطره تو پر می کنم.
همراه این نامه یک قطع عکسی برایت میفرستم تا بفهمی که در لباس سربازی به چه شکل خنده آوری در آمدم. اومد سربازیشو در تهران گذرون. هر پنجشنبه این از سربازخونه که تعطیل میشد صاف میدوید پیش من و ما میرفتیم اینا یه خونه برادرش اجاره کرد و تو شهناز پنج خیابون شمرون میرفتیم اونجا و این حتما یه قصه داشت. برای دیدن تخصص و این آفلان اومدن تهران و رفتم قسمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکرد. اول یه مطب داشتم دم کارخونه سیمان شهرده، بعدم در دهکوشا سالهای طولانی من مطب داشتم، طب عمومی میکردم، همه کار مثل زخمی و فلان مطب عجب غریب بود. واقعا خاطراتی که از اونجا دارم و خیصه که از اونجا دارم مثلا چیز عجب غریبی. من مطب ما شبانه روزی بود، من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطب با. اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. آله من شاملو نمیدونم بر بچه ها به حازین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نسیه مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد من میرفتم، مثلا دنیای فوق‌العاده‌ای بود. همه شاعرها و نویسنده ها و اینا همیشه اونجا ولو بودن، مطالبشون رو می آوردن اصلا با سایدی مشورت می کردن و فلان اینا. ما هم هر وقت می رفتیم اونجا سراغ برای اینکه سایدی رو از مطبش بکشیم بیرون بریم مثلا یه چه گشتی بزنیم. یک روز من در انشارات نیل بودم، یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم، من خیلی عصبانه بودم و همینطور بد و بیراه میگفتم یه بد دهنه میکردم. یه آقای اونجا بود، داوود رمزی بود، گفت که آقای استور نمیدونم ایلی بینی شما چرا چیز میکنین و ناراحتین، از سانسور کار نداری، ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویدا. و اون موقع من مدتها میرفتم توی دفتر نخست وزیر، رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم بیانو برشون گفتیم. هر روز یه چیز می آوردم، من مطلقا زیر بار نمی رفتم. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم و اومدم رفتم کافه فیروز نادری، بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادیم که ما یه تشکیلات ترتیب بدیم، یه کانون هستی کانون نویسندگان اونجا بسته شد. یکی از چیزایی که براش خیلی خیلی مهم بود الفبا بود. الفبا من خوب یادمه که دفتر انشاءات امیرکبیر در اختیارش گذاشته بود توی خیابون سعدی شمالی و او با چه علاقه ای هر روز میرفت و براش چقدر مهم بود که این مجله در بیاد و در آوردن مجلم در اون موقع می افتاد به صافی های سانسور دستگاه و غیره و غیره. یکی از خصوصیات سایدی این بود که به جاهای فوق‌العاده زیاد ایران سفر کرده بود و یادداشت‌های بسیار زیادی داشت و جزو اولین نویسندگانی بود که تکنگاری رو در ایران شروع کرد و چیزهایی مثل ایلخچی، اهل هوا و بقیه اینجور چیزها رو نوشت که فوق‌العاده جالب بودن و مجموعه بسیار بزرگی از اینها رو جمع کرده بود که در دو صندوق بودن. وقتی که ساواک به خونش حمله کرد اینها رو همه رو بردن. Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later. I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed.
هم دستامو بسته بودن به سخم پاهامو. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, he's not going to talk. I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture. من ایتصاب قضا میکردم مدام میگفتم برم دادگاه. اونا میگفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنه؟ چه مصاحبه بکنه؟ و به ایتصاب منو میکشتم به تلویزیون. سوالات و از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهی داد باید اینا رو بگی. اون وقت بعد از اینکه من از زندان در اومدم و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن یه عکس گندم از من زدن اونجا و و تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشته بودن بیرون. دکتر سائری که بعد از زندان درآمد شما نگاه کنین آثارشم به کلی فروش کتاباش خوابید. هیچ چیز اصلا درست میگم یا نمیگم هیچ چیز دیگه ازش فروش نمیره تا موقعی که این در انقلاب آمد و به نوعی پیوند یعنی اعلان هواداری از سازمان فدایان کرد 60,000 تومان پول داشت که اینو داد برای فدایان آمبولانس خریدن. من برد منزلش و در حال بالاخره مشروبی بخورد و در حال خیلی پریشان حالی از رفتاری که در ساواک باش کرده بودن صحبت می‌کرد. در این زمان بود که ما تصمیم گرفتیم به کمک چند نفر از دوستا از طریق انجمن پن یا انجمن قلم امریکا بتونیم ساعدی رو بیاریم. دوستی داشتیم دکتر حمیلیان، لئو حمیلیان که سابقا استاد فولبرایت بود در ایران و ساعدی رو میشناخت و رضا براهینی هم بود اون وقت در نیویورک و خلاصه تونستیم نامه‌ای تهیه کنیم از طریق پن و حمیلیان این رو داد به آرتور میلر که رئیس پن بود و اون در همون زمان هم کارتر عازم ایران بود به دعوت شاه و آرتور میلر تونست این رو به خانم کارتر بده. خانم کارتر این رو در یک مهمانی داده بود به شاه و بعد از اون دیگه ساعدی که ممنوع الخروج بود اجازه دادن که بیاد. I'd like to say just a few words tonight in appreciation for your hospitality and the delightful evening that we've already experienced with you. Some have asked why we came to Iran so close behind the delightful visit that we received from the Shah and Empress Farah just a month or so ago. After they left our country, I asked my wife, with whom would you like to spend New Year's Eve? And she said, above all others, I think with the Shah and Empress Farah. So we arranged a trip accordingly and spent New Year's Eve. These visits and the close cooperation that we share, the intense personal and group negotiations and consultations are very beneficial to
both our countries. بعد از اون سایدی اومد امریکا، تونست با رندم هاوس تماس بگیره و مصاحبه هایی در نیویورک تایمز داشت. بعد از اون رفت انگلیس و با شاملو نشریه ایران شهر را به مدتی چاپ کرد. بعد از اون رفت به ایران. یه دفعه همه انقلابی شدن. ما نمیشه که. اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. یه کاتاستروف بود. زمان انقلاب و تبدیل شدن به روزنامه نویس. من هر روز در کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم همه روزنامه مقاله می نوشتم، غلط می کردم. من چرا قصه ننوشتم و بعد قصه نمی تونستم بنویسم؟ سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود. کار نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی بره به خود حضرت بگی که دای ما هستی ما. درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود. همه جا رو پر و قالی کرده بودن، قالی فرش کرده بودن. یه بچه از این گوشه در میرفت، یه موش از اون و در میرفت، بوگند پلو در میومد. همه این توی این فضا و اینا. بعد پسرش اومد و منو از این بیشتر ماچ کرد. بدبختی یا همه رو سوفیالون ماچ میکنه ما رو سید احمد خمینی. تا گذشت و آقا وارد شد، این مفستوفیلس ظاهر شد، اینجوری یه نگاه اینجوری کرد و رفت و نشست پای بخاری. بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان، شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم. گفت آرشم گفت که و شما مجبور فقط راجع به اسلام بنویسن، اسلام مهمه، آن که مهمه اسلامه، از حالا به بعد راجع به اسلام. ولی بعد از نشر هر مقاله تلفن های تهدیدآمیزی میشد، تا آنجا که مجبور شدم از خانه فرار کنم. در حدود 5 ماه از دستور بازداشت بنده گذشته بود که با ساعدی قرار ملاقاتی داشتم و صحبت از دخمه کرد و اینکه بنده میتونم از اونجا به عنوان یکی از محل‌های امن استفاده بکنم. بنده نقل مکان کردم به دخمه پلوی ساعدی. آپارتمانم خیلی قشنگی بود، یه حوض آب هم داشت، حوض کوچک آب هم داشت، کاشی آبی، ماهی قرمزی هم تو این بود و شد ساعدی به ماهی میگفت اسکندر. حالا چرا اسکندر من هیچ وقت نفهمیدم، خودش هم هیچ وقت توضیح نداشت که بده. شبایی که دور هم جمع میشدیم، مثلا جنگ بود با هم آشنا شدیم، مثلا توی جمع خودمون، دوستان خودمون. ولی وقتی که برای ساعدی اشکال پیش اومد، اشکال یعنی از این نظر که اومدن تو خونهش بگیرنش که فرار کرد روی پشت بون و این طرف اون طرف، بعدن دیگه به صورت مخفی زندگی میکرد. این رابطه، این مثلا جایی که اون تو خونه دوستا زندگی کنه چند روزی، من میبردم بشیم ورون بر با ماشین و بعد یواش یواش عرصه تنگتر شد. خیلی ها دیگه زیر بار این که بمونه خونهشون میترسیدن. اینه که حالا به هر حال این باعث شد که مدتی ما با هم زندگی کنیم. یه روز داشتیم میرفتیم خونه یه دوستی
که حوصله‌ای سر رفته بود سایدی واقعا دلش می‌خواست بره مثلا حالا یه اونجا. بعد من یه رفتم سر کوچه یه دستگل خریدم و بردم و این حرفا. این تو ماشین دستگل گرفته بود جلوش جلو صورتش. بعد که می‌رفتیم پاستا جلو می‌گرفت گفتش که آدم می‌پرسن مثلا شما کی هم دیگه هستید؟ خب برای اینکه راننده زنه معمولا آقا بغل دست نشسته. سایدی هم گفت خب معلومه کی هستیم زن و شوهری. بعد اینکه اومدیم گفت ما زن و شوهریم، یعنی ما اینجوری زن و شوهر شدیم. من با چشم گریان و خشم فراوان و هزاران کلک از کوه‌ها و دره‌های مرز گذشتم و به پاکستان رسیدم و با اقدامات سازمان ملل و کمک چند حقوقدان فرانسوی ویزای فرانسه گرفتم و به پاریس آمدم. وقتی از مرز پاکستان رد می‌شدم جز یک کیسه دارو و یک مسواگ و یک شلوار چیزی نداشتم. غم هیچ چیز را نداشتم جز غم وطنم را. فکر نمی کردم که من سفر می کنم. فکر می کردم ایران از من دور می شود و من مسافر نیستم، مسافر اوست. فکر میکنم روز 11 فروردین 1361 بود که به پاریس رسید. اون روزی که اون تیارش میرسید من نمیتونستم برم به فرودگاه. خانم ناطق رفت همراه یکی از دوستان مشترکمون. اون موقع ما توی آپارتمان 3 اتاقه که مربوط به یکی از بستگانمون بود همینطوری زندگی میکردیم. یکی از اتاقای اونجا رو به غلام حسین به اصطلاح اختصاص دادیم. در همون زندگی های خیلی چوب کبریتی از کنم آمدن به غربت و مهاجرت، برای اینکه فکر میکردیم که خب او باید یه اتاق خودش داشته باشه، کار خودش بکنه، میز داشته باشه، ما میز شخصی خودش داشته باشه و و و از این. عرض کنم که معمولا روزهای او زود دیرتر از روز ما شروع میشد و روزهای ما به مناسبت اینکه دخترم باید مدرسه میرفت و گرفتاری های درس و پلان و اینا داشت، منم یک گرفتاری هایی داشتم، مال ما زودتر شروع شد. ولی از یک زمانی به بعد دیگه هممون با هم دیگه بودیم. خونم یه مخورده از این کارهایی که حالا گفتنش زیاد خیلی ممکنه جنبه فولکلوریک پیدا بکنه، چون دست جمعی زندگی میکردیم، دست جمعی مادر خرجی بود که اون مادر خرج من بودم، یه قلکی اونجا بود، هر کدوم هفته الان یادم نیست 50 فرانک 100 فرانک 50 هم چیزی میریختیم اون تو، ما میرفتیم خرید میکردیم. من در یک اتاق 2 متر در 2 متر زندگی میکنم اندازه سلول اوین. و هر وقت وارد میشوم احساس میکنم که به جای پالتو اتاق پوشیدم. عرقم میخورم، جا نمازم آب نمیکشم، ولی وضع مالی بد خیلی خوب مرا کنترل میکند. تمام شبها را تقریبا می نویسم و صبحها افقی می شوم و بعد کابوس های رنگی می بینم. اون محلی که اینها زندگی می کردن یه خیابونی بود که سرش یک کافه بود. از تمام پاریس تمام سر اکثر سر خیابون های کافه خوب است. اون خب اون کافه پاتوقش بود و در اونجا می شست. خیلی دوست داشت کافه رو. و من مثلا یکی 2-3 بار که رفتم اونجا با دیدنش در همون کافه هیچ وقت تنها نبود و همیشه آمد و رفت داشت. هر وقت چشمم رو باز میکنم میبینم اینجا هستم، فکر خودکشی به سرم میزند ولی خیلی مقاومت میکنم.
زود به زود مریض میشوم. من با ماشین با من اومده بود گردش در کنار رودخونه سن میرفتیم و میگفتم خب این زیبایی های اینجا رو نگاه کنم. میگفت میخواب چه کنم نگاه کنم، اینو به چه درد من میخوره. تمام ساختمان های پاریس را عین دکور تئاتر میبینم. از روبرو که نگاه میکنی ماتیک زن است و از پایین گوه سگ. خیال میکنم داخل کارت پستال زندگی میکنم. از دو چیز میترسم، یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. ولی این ترس در بیانش هم بود، ولی یک مقدار شما باید خصوصیات تئاتری غلام حسین رو هم سعدی رو هم در نظر بگیرین. نمایشنامه نویس بود و کسی که نمایشنامه نویس باشه در این حال هنرپیشم هست، یعنی بازیگرم هست. اون چیزهایی که می نویسه تو ذهنش باش بازی میکنه و مقداری از اینها رو، از این ترسها و این گفته ها رو در بیان که مطرح میکرد همه رو دراماتیزه میکرد. یه مقدار مثل این بود که داره نمایشنامه می نویسه، داره این زندگی رو روی صحنه تئاتر میخواد بیاره. مشکلات زبان به شدت مرا فلج کرده است. از روی لج حاضر نشدم زبان فرانسه را یاد بگیرم. بودن در خارج بدترین شکنجه است. هیچ چیز متعلق به من نیست و من هم متعلق به آنها نیستم. دشمنی با زبان فرانسه نداشت، ولی اگه میگفت فرانسه نمیخوام یاد بگیرم، من فکر میکنم که داشت بیان میکرد که من از این موردی که به زور منو در اینجا به بند کشیدن بیزارم. غلام حسین از همه ماهایی که آمده بودیم آتو بیشتر دستش بود، برای اینکه کتاباش به انگلیسی ترجمه شده بود، نمیدونم به زبانهای به فرانسه ترجمه شده بود، نمیدونم به خیلی بالاخره کس شناخته شده بود. بعد از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده بود، ولی به هیچ وجه همچون اصلا نمیخواست از محیط زبان فارسی در بیاد. یک شخصیت هنری داشت، آدم فوق‌العاده ظریف و فوق‌العاده حساسی بود، به این ترتیب که فکر کنم حوادثی که دور و برش اتفاق میافتاد با درجه بالایی از حساسیت دریافت میکرد. لزوماً به این معنی نیست که این حوادث رو با همون درجه بالا از حساسیت منعکس میکرد در آثار خودش، ولی در زندگیش آدم فوق‌العاده حساسی بود و این حساسیت ها رو در بسیاری موارد هم بروز نمیداد، در خودش نگه میداشت. ولی موارد زیادی رو من شاهد بودم، از گزارشی که از حوادث میداد، از تعبیری که از رویدادها میداد، از تعریفی که میکرد، از برخوردهایی که داشت، از آدمهایی که میشناخت. یک دیدی رو انتخاب کرده بود، یک زاویه دیدی رو انتخاب کرده بود که میشه گفت که انحصاراً مخصوص خود ساعدی بود و به نظرم این حساسیت و این درجه بالای از دریافت حسی بود که اون رو به یک شخصیت بسیار آسیب پذیر تبدیل کرده بود. من هیچگاه به سینما نمی‌روم. حداقل 10 سال است که به سینما نرفتم. من سینما را می نویسم، ولی احتمال دارد به کردستان بروم و طرحی برای فیلم یولمازگونی که برنده کان شده بود بریزم، چون قرار شده با یکدیگر کار بکنیم. تهیه سینما فیلم هم داشت، فکر این بود که بگردن یه فیلم درست کنن. یه فیلم بود که گاهی او فکر میکرد که این فیلم با الهام از زندگی شکرالله پاکنژاد باشه، شخصیت او باشه، که چطور از ایران یه آدمی مثل اون از ایران اومده بیرون. و از این حرف همین که منو دید بغض کرد. فکر میکنم این بغضش از این زاویه بود که به یاد برادرم شکرالله پاکنژاد افتاد که به هم خیلی نزدیک بودن و اون توسط این رژیم اعدام شده بود. موسیقی
یکی از فکرهایی که اولین فکرهایی که وقتی رسید پاریس در ذهنش بود که باید الف بار دو مرتبه را بندازیم تقریباً، و دلش میخواست که الف بایی که در میاد این الف بایی باشه که با همون قط، با همون شکل، با همون تعداد صفحات که در تهران. جلسه اولی که اونجا تو خونه نشستیم خانم ناطق بود، عرض کنم فکر میکنم آقای داریوش مهرجویی بود که اونم اون موقع در پاریس بود فکر میکنم، یعنی بنده بودم، احتمال دارد نمیدونم منوچهر رضاخانی هم بود یا نبود، ولی در هر حال ماها هر کدوم یک به اصطلاح تعهدی پذیرفتیم از نظر مالی اونقدر که میتونستیم برای اینکه مجله را بیفت. بعد خود ساعدی که گرفتار الف با شد و واقعیتش اینه که دشواری‌های خیلی زیادی داشت، خودش هم گاهی وقتا تو نامه‌هایی که نوشته میگه که چقدر سخت بوده در بسیاری از موارد در تنهایی چقدر همه کارا رو می‌کرده اینا، و منم اون موقع یه مقدار درگیر این کارا بودم، برای مثلا احیانا پخش شماره‌های اولش و اینا یه مقدار همکاری داشتم و اینا. شماره 5 الف با رو به من پیشنهاد کرد که تو بیا منتشر کن و اینا، و انتشار شماره 5 رو به عهده من گذاشت و منم هم خوشحال که چنین کاری رو میتونم بکنم و همم به عنوان اینکه یک مقداری کمکی باشه به این دشواریایی که میدونستم ساعدی درگیرش هستش و اینا. خودش گفته بود که بابا من میرم توی قبرستان روی سنگ نوشته ها رو میخونم و اصلا چیز میکنم برای مجله. الفبا به طور جدی سر صدا کرده، سرمقاله شماره دوم بسیار جاندار بیرون آمده، عنوانش را گذاشتم دگردیسی آوارگان. آواره از کنار سکهای جلیق پوش با احترام و لبخند رد میشود که مبادا کارت اقامتش را بگیرند. اداره پلیس، اداره پناهندگی، اداره درماندگی. آواره حس می کند تمام مناعت طبعش را از دست داده است. آواره از پاسبانی که کنار گل فروشی ایستاده و سیگار دود می کند، از مأمور بی آزاری که وارد قطار می شود، از گریه بچه همسایه می ترسد. آواره بیمارگونه می ترسد. آواره وقتی می شنود که دو نفر به زبان مادری او سخن می گویند به شدت وحشت می کند، پشت به آنها می کند و در اولین ایستگاه پیاده می شود. تو اینجا از نظر مالی خب پناهنده ها می رفتیم پول می گرفتیم دیگه هر ماه، ولی می رفتن یه جایی مراکزی رو می رفتن اونجا پول می گرفتن تا قبل که بعدها اوتوماتیک شد به حساب ها بریزن اینا. این رو نه فقط عمو غلام، خیلی دیگه هم می گفتن. می گفتش که آخ بابک بعد برم دو بمونم، گفتم کجا؟ گفت بعد برم گداخونه. گفتم یعنی چی؟ بعد بریم گداخونه بشینیم معذب، بریم اونجا یه مر بزنیم پولون بگیریم بیا. ولی رنج می برد از این مسئله، طنزش کرده بود ولی واقعا رنج می برد، یعنی حس می کردی که راحت نیست. تابستونی که غلام حسین آمده بود اعلان کردیم که ما برای ادامه فعالیت کانون نویسندگان در ایران یک کانون نویسندگان ایران در تبعید درست میکنیم. اولین دور هم که جمع شدیم، اولین کسانی که به عنوان هیئت دبیران موقت انتخاب شدن یه هیئت 3 نفره بودن که غلام حسین یکی از اونها بود و آقای نعمت میرزازاده و خانم ناطق هم 2 نفر دیگه بودن. نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود. در اون موقع خبر شدیم که در فرانکفورت جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد و یک به اصطلاح غرفه‌ای خواهد داشت و غلام حسین و فکر میکنم خانم ناطق و آقای نعمت از اینجا بلند شدن رفتن و اعتراض کردند و غرفه رو مجبور شدن اونها چیز بکنن، به اصطلاح برچینن، به هم زدن غرفه رو. ببینید فعالیت های ساعدی رو من گفتم، ساعدی خیلی پرکار بود،
ولی این پرکاریش در واقع توی طیف فعالیت‌های فرهنگی جا می‌گیره. من اینجوری میگم، یعنی اگر سراغ سیاست هم می‌رفت به جنبه فرهنگی مسئله‌اش توجه داشت، اگر توی تظاهراتی هم شرکت می‌کرد، انگیزه اصلی و اساسیش که اون رو به حرکت در می‌آورد همین فعالیت‌های فرهنگی، اصلا چجوری بگم یک جانور فرهنگی میشه اسمشو گذاشت که تظاهرات مختلفی از خودش بروز میده دیگه. البته به این مناسبت البته با سازمان‌های سیاسی هم همسویی و همراهی داشت، از جمله مثلا برای ما که شورای ملی مقاومت رو اون موقع درست کرده بودیم همکاری میکرد، همکاری قلمی میکرد. بزرگترین عشق من که نوشتن است برایم مسخ شده. احساس میکنم تمام این انبوه نوشته هایم پرت و عوضی بوده، شتاب زده نوشته شده، شتاب زده هم چاپ شده. دیگر چند ماه است که از کسی دیناری قرض نگرفتم. شلوارم پاره پاره است، دکمه هایم ریخته، لب به غذا نمیزنم. من خستم، بی خانمانم، در بدرم. مرگ یلمازگونی خیلی مرا اذیت کرد. قرار بود با هم کار بکنیم. تو این دو سال هر روز بر من نامه نوشته، روزی یک نامه، و تو تمام نامه هاش خیلی زیاد گله میکرد از غربت و زندگی بد. و بعدن مثلا من فکر میکردم این زیادی میگه حالم بده. وقتی که اومدم دیدم نه، اصلا واقعا پیر شده. گلام حسین وقتی با خانوم بدری خانوم ازدواج کرد دیگه از منزل ما رفت و رفتن در یک آپارتمانی که در بنیوله، یکی از به اصطلاح شهرهای حومه پاریس زندگی میکرد. تو همین خونه بودن با بدری خانوم که به من ساعتی زنگ زد لیل، گفت میهم بیا که برات آپارتمان پیدا کردیم بغل خودمون. گفتش که زودم میبرن، تو خودتو تا 48 ساعت برسون. و من خودم رسوندم و امضا کردم برگشتم لیل. این طبقه اول بود، نه همکف. آره بله، پرده سفید طبقه اول بود. بله بله بله، اینجا نگاه میکنم. ببین خیلی نزدیک بودیم دیگه، گاهی من اونجا بودم گاهی اونا اینجا بودن. چه خاطراتی اصرا که من از اینجا رد میشدم برم بیرون، میدیدم اینطوری نشسته نگاه میکنم. یه دستی با هم تکون میدادیم. شهرداری کوربوبای پاریس ازدواج کردیم، ازدواج رسمی با هم بودیم. من اصلا برام فرق نمیکرد کجاست. من اصلا تا زمانی که زندگی میکردیم تو بانلیوی پاریس، من اصلا وسط پاریس هم نمیدیدم. چرا؟ مثلا میرفتیم با ترن پستخونه، دوتایی هم با هم میرفتیم که اکول میلیتر بود، میشه گفت قلب پاریسه، ولی دو مرتبه صاف میمدیم مترو رو سوار میشدیم برمیگشتیم. ما تو خونمون زندگی میکردیم، تو پاریس زندگی نمیکردیم در حقیقت. آها اوتلو، اوتلو این تو تو اوتلی اون یارو اون این دستمون ها من اون چی کرد؟ اون یاگو کامو تا ببین اول شم را بکشم، خاور شم زندگی را بکشم. Der spielt den Othello. Hangi chic wo. لقد بزن. سایدی غلام حسین عمو غلام پیشنهاد کرد که بچه‌ها من میگم بریم یه کار بکنیم همین الان.
ساعت هم بود 12:30 یه رو به یک صبح. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت الان هوام خوبه، بریم پایین یه تئاتری، من یه ایده دارم، حاضرید انجام بدید؟ همون گفتن آره. همه رفتیم پایین توی اون محوطه که جلوی اون منزل بود، که خب ساختمان دیگه هم بغلش بودن. یه رو یک صبح بود که ما شروع کردیم با کارگردانی ساعدی، گفت گروهی میشید، گروهه. خب انقلاب 57 شده، جلوی دانشگاهی جوانایی هستن دارن حرکت میکنن، کتاب میفروشن، حزب الله یا میان که ای همون شعارها رو هم گفت بگید، تمام شعارهای اون موقع هم که مثلا فدایی فدایی سسولا دست نزنید علنگاتون میشکنه، یا مثلا با لهجه هایی چیز هم میگو بگید که همون لهجه های لومپنهای حزب الله اون موقع فدایی فدایی. به هر حال ما با این سیستم رفتیم تو خیامون، دو بسته شد، دو گروه شدیم. گروهی که مثلا جوانان و دانشجویان بودن، گروه حزب الله اومدن. تنها چیزی که ما اینجا فراموش کردیم، ساعدی هم وسط ساختمون نشسته رو پله‌ها و میگفت نه نه تو اینجا برو، اینجوری برید، اینجوری برید، حالا برید جلو هم به هم شعار بدید. ما فراموش کردیم که یک صبح در اون شهر وین‌نوده است در شمال فرانسه، اون همسایه‌ها که فارسی نمیدونن که ما داریم می‌خندیم من بغلش، که اینا فکر کنن دعوا شده، دو باند دو گروه با افتادن به جون هم، زنگ زدن پلیس اومد. ما یفه دیدیم که تو اون شلوغ پوریا که حالا اون کمربندش گرفته ادا داره در میاره و زنجیر میکشن برات و میکشن فدایی مجاهد، هم دنبال ما کرو حزب الله ها، این وقت پلیس فرانسه واقعا وارد معرکه شد. یعنی ما دیدیم آژی زد شده و اینا با که به هم سادی هم گفتش که به بس جالب شد پلیس هم آمد. داشتیم صحبت میکردیم، اون شور و حالی که در مرتب جابجا میشد روی صندلیشو از پروژه ها صحبت میکرد، از من میپرسید خب چه کار میکنی، که من گفتم رشته روانشناسی، گفت به رشته خودم داری میخونی، بعد گفتم خب علاقه به تئاتر هم دارم. خیلی راجع به تئاتر صحبت کردیم، بعد یه لحظه من بهش گفتم خب آقای سعیدی تشریف بیارید اهواز پیش ما. یه دفعه یه سکوتی کرد و گفت ببین هنوز توی اهوازه. مواقع تنهایی نام کوچه پس کوچه های شهرهای ایران را با صدای بلند تکرار می کنم که فراموش نکرده باشم. در عرض این مدت یک بار خواب پاریس را ندیدم. سه روز پیش به نیت خودکشی رفتم بیرون و خواستم کاری بکنم که راحت شوم. تاریخ و تقویم یادم رفته است. لابد پاییز شده. از بس نوشتم که خودکارم نیز از جان افتاده است. در فاصله چند ساعت خواب مدام کابوسای رنگی میبینم، مدام به فکر وطنم هستم. فراوان مشروب میخورد، در ایران شکلی نبود، میخورد ولی نه به این حد. اینجا بریده بود. پاریس اصلا به نظرم اوریان کرد این چیز اینا. آوارگی را اوریان کرد، در بدلی را اوریان کرد و اینا کشت به نظرم و پناه برد وحشتناک به چیز. غذا نمیخورد مطلقا. غذا نمیخورد و هیچی نمیخورد و مدام مشروب مشروب مشروب. خود این قضیه که او رفته بود اون طرف و ما هم رفته بودیم یه طرف دیگه شهر و اینها، روابط ما رو خیلی تلفنی کرده بود. یعنی حال از هم میپرسیدیم و دید و بازدیدامون خیلی کم شده. و من شنیدم در اون موقع که پدرش آمده بود به پاریس. عصری ما رفتیم اونجا ساعت 5 اینطورا، پدرش بود و غلامحسین هم بود. و وقتی که در غلامحسین باز کرد، من دیدم که به کلی قیافه غلامحسین که قبلا خیلی قیافه به اصطلاح مریض احوالی بود، این قیافه خیلی قیافه سالمیه و خیلی به اصطلاح شادابتر از همیشه است. طوری بود که روشنک در من گفت آقای ساعدی شما چقدر جوان شدید. ما همه دور میز جمع شدیم، چون بعدی خانم گفت بیان که اینجا راحت تر من چای و اینا میتونم پذیرای کنم، پراکنده باشیم. ساعدی از رو مبل اصلا افتاده بود، نمیتونست جنب بخوره. خب ما گفتیم چی نگفتیم، بیتونیم حتما به هر حال خسته است، اذیتش نکنیم. دیدیم نه خیلی ملتهبه. من رفتم، بدری خانم داشت پلو میپخ، من رفتم تو آشپزخونه کنار دست بدری خانم، گفتم که بدری جون
خیلی رنگش پریده، گفت آره این اینقدر حالش بده، از دیشب تا حالا داره بالا میاره. بعد رفتم بهش میگم ببخشید از صبح زود داره بالا، به ما 8:30 شب بود، 8 بود اونجا بود، گفت از صبح داره بالا میاره. هر دفعه میگم چی شده دکتر صدا کنم، میگه نه این کسیس خوردم اومده بالا. سر حال نیست و ما نشستم سر میز و گفت نه من شام نمیخورم. گفت من شام نمیخورم. من رفتم توی دست روشویی دستام بشورم و اونجا که دستام بشورم دیدم که توی این به اصطلاح دستشویی یک مایه قرمزی خون رنگی ریخته شده. مثلا اون چیزی که ما رو میگم شوکه کرد این بود، وقتی که این در رو باز کرد به روی من و اون دوست دکترمون یه دفعه افتاد، اینطوری زاروش خم شد، خودشو نگه داشت، یه دفعه مثل کسی که خواهد پخش زمین شه خودشو نگه داشت، نشست رو مبل. این تو ذهن من بود. بعد که دیدیم این حالش عادی نیست و گفت سرم گیج رفت، سرم گیج رفت. خب برای ما هم پیش میاد بگیم آخ سرم گیج رفت دو دفعه. بعد خب دکتر پاکدامن، من اون دوست دکتر گفتم نه بابا این اصلا حالش عادی نیست، دیگه کارش به جایی رسید که خیلی حالش بد شد. میگفت حق نداره کسی تلفن کنه، من از بیمارستان متنفرم، اذیتم نکنین، داد میزد. ولی اون دوست دکترمون به حرفش گوش نکرد، با دکتر پاکتامن شماره مخصوص رو گرفتن، آمبولانس خبر کردن. آمبولانس که خبر کردن دیگه ساعدی هم اونجور حالش خوب نبود که مقاومت کنه، یه حالت بیحالی داشت که ما واقعا با اشک چشم و واقعا اصلا جمعیتی که تو این بیمارستان جمع میشد هر روز برای اینکه حال او رو بپرسه و همه میشستن، اصلا اونجا شده بود یه محل اجتماع تمام گروه های سیاسی، تمام تبعیدی ها و تمام پناهنده هایی که تو پاریس مجتمع بودن، هر روز همه برای احوال پرسیش در این سنت آنتوان بودن و من دیگه در اون دوران او رو ندیدم، من او رو ندیدم و دیگه ندیدمش و همه رفتم به سر جنازش، اون برای وداع آخر میرن که چیز بود که من نمیتونستم برم. دکتر غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ ایران، دور از میهن و در رؤیای میهن دیده بر هم نهاد. سوک غلام حسین ساعدی سوک فرهنگ و هنر مترقی و مقاومت است. کانون نویسندگان ایران در این سوک اندوه گذار است و فقدان این نویسنده برجسته مردمی را به همه هم میهنان تسلیت میگوید. کانون نویسندگان ایران در تبریز.
جون این بعضی هم میگن که برنامه رو بهترش بکنیم. حالا شروع میکنیم. من سعی کردم 20 دقیقه ما با هم دوست فیسبوکی هستیم. خلاصه اون شعر دیروز رو بگو تو جریان گفته بودن آقای دکتر سعیدی بیان یه چیزی شعری بخونی اون دو پیچ رو خوندی آه اون رش نمیگم آقا اون پول میخواد تو نه بگو میخوام یاد بگیرم بگو به هادی بلوری میخوام بخونم هم بخون چی بود بگو خیام نداری این بگو خیام نه بذار این بگم من بگم بلکه ترکیه بگو